صبحتون با مزه، امیدوارستم صبحانه خوب به خاطر گرفتن انرژی زیاد برای خود آماده کرده باشین. همایون شفاهی هنرپیشه سینما حضور دارن، صحبت میذاشته باشیم در رابطه با کارها و فعالیتهایشان در سینما. صبح بخیر، خوش آمدید. سلام خدمت شما، خدمت بینندگان شما، صبح شما بخیر. زنده و سلامت باشین، افتخار بخشیدین. شفاهی صبح شما در زمان میشه که شما در سینما کار میکنین و چه کارهایی انجام دادین؟ ما بیشتر از 12 سال است در سینما فعالیت دارم. البته در ابتدا کارم به صورت آماتور و بعدا به صورت مسلکی شروع کردیم و درس خواندیم و پروژه های زیادی را کار کردیم که تقریبا در بیشتر پروژه ها من ایس لوکیشن منیجر و پرودیسر اجرای وظیفه کردیم، ولی در سریال های متعدد افغانی هم نقش داشتیم. بسیار خوب، حالا نقش شما در سریال های متعدد مرکزی بوده یا نه؟ نه خیر، خب افغانستان شرایطی داره که امروز بر اساس شناخت و امو شرقم براتون بگویم که منبع عایداتی که هست، یعنی در سینما افغانستان هم روابط حاکم است نسبت به زبابت؟ 100%. استعداد توانایی مد نظر گرفته نمیشه؟ والا نمیشه گفت که نمیشه، میشه ولی خب نه به اون صورتی که باید. در یک رقابتی که ما امتحان برای امی یک پستی که مثلا شما فکر کنید یک سریال هست نقش مرکزیش، ولی او قبلا انتخاب خدا نمی کنن، ما سریال های بیشتری داریم که خلاف رشته آمدن نقش مرکزی رو بازی کردن. کینا باز نقش آفرینی درست هم نمیتونن دیگه. خب خوشبختان حالا یک چیزی در سینمای افغانستان به عنوان بازیگردان اضافه شده که اونا آدم های مجرد و آدم های خوبی هستن. اونا کسایی هستن که با قول خودشان از چوب خشک میتونن بازی بکشن. عجب. خب با حضور بانو صحرا کریمی تغییرات ایجاد شده یا نه؟ خب خیلی تغییرات ایجاد شده. اونا بانوی زحمتکشی هستن، کارهای خوبی هم دارن، برششون است، دکترا دارن در این زمینه دیگه. خب اونا فعلا در افغانستان که میبینی بازار آزاد است، سینما سینمای تجارتی است، سینمای رسالتمند نیست. بله بله، شما در هر گوشه هر کی یک کار سلیقه‌ای میکنه، همون هم نظر و همون عایداتی که داره همون هم رشد میده. و وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ، خود سینما و نهادها و اداره های دیگه که مسئول هستن، اینا نظارت تو توجه ندارن دیگه؟ خب اونا فقط نظارت از همون اسکریپ یا همون نوشته ای که هست میکنن دیگه، کاری به کارهای دیگه نه. شما حالا از کیرا می بیرون دادم میشه، اون فقط نوشته رو میبینه که خلاف مقررات اصول اسلامی ما نباشه دیگه، مطابقش در استفاده از پروداکشن است. درست. خب شما گفتین که در چندین سریال نقش داشتین و اول آماتور آمدین و بعدش علاقمندیتان حتما دیگه بیشتر شد که رفتین دانشکده هنرهای زیبا را خواندین. بله. چی سبب شد که شما آمدین و سینما رو برای خود انتخاب کردین؟ ما از همه آوان بچگی علاقه خاصی داشتیم. ما در دوران مکتبم اکثرا وقتی که به مکتب می رفتیم روزای پنجشنبه سعی می کردیم که سرفعل امو زمان ما را می خواستن ما نمایش انجام می دادیم. بسیار خوب. ما از همون ابتدای بچگی علاقه شدید داشتیم. از کی الگو برداری می کردیم؟ کی مورد پسندتان بود؟ مورد علاقه تان بود؟ ما بیشتر و بیشتر که وقتی می دیدیم امی چالی چابلن که می دیدم خوشم می آمد که می دیدم همیشه علاقه داشتم که بتانم دوستا رو بخندانم. خب باز نقش های کمدی هم داشتین به این دراما ها؟ متاسفانه نه. عجب، با شما اکثر... دوست داشتین و دارین؟ اکثرا وقتا بیشتر سعی کردیم که یعنی غالبا نقش های متوسط، یعنی نقش هایی که تقریبا احساساتی نباشه. به صورت کل نقش های شما منفی بوده یا مثبت؟ مثبت. مثبت بوده. چری آرام هم دارین؟ گاهی شده که مثلا شما باید یک چری خشن به خود انتخاب کنین و یا یه اتفاق پیش اومده که مثلا زیاد بخندین، حالا با چری آرام مثل شما دیگه نمیاد؟ والا خوشبختانه که عرض کنم ما اونطور که شما فکر میکنه آرام نیستیم. نیستیم، ولی خب اکثرا نقش دوزا میفا کردیم، نقش
نقش های خب خب در اصل ما شنیدیم کسایی که هنرپیشه سینما هستن، کسایی که کارگردان هستن، در کل امی کسایی که در سینما بالاخره کار میکنن و هنرپیشه هستن، وقتی نقش یک دوز را ایفا میکنن و یا هم کارگردان و نویسنده وقتی این نقش را نوشته میکنه، باید روزها کنار یک موچی، کنار یک دوست نشسته، حالا مشکل هم از دیگه کنار دوست نشستن تا بفهمه که چی کارهایی را انجام میده. شما رفتین همراه کدام دوست، مثلا همراه کدام سارق، شما دوست رفیق شدین که چی کارا را انجام میده؟ نه خیر، خب در اصل هنرپیشه خودش مثل موم باید باشه، نرم باشه، وقتی کور در هر قالب مندازه باید همون قالب بگیره. دوم دیگه جامعه امروز افغانستان شما ببینید هیچ نیاز نیست، وقتی شما از همین شبکه پایتان بیرون میمونید با هزاران نفر سر کار دارید، شما میبینید دیگه نیاز این خودش یک بزرگترین معلمی است که همین طبیعت بخیر سلامت باشین، شفایی سر پیامتان میداشته باشین، زنده باشی. خب امیدوار هستم که ما به یک صلح سرتاسری هر چیز تر برسیم. واقعا از جنگ خسته شدیم، همه خسته شده واقعا، ولی از تمام دوستان یک خواهش دارم، هر روز در آخر وقت با خدای خودان خلوت کنن، 10 دقیقه مرور بر کارهای روزانه خود کنن، واقعا کدام کار مفید کردن یا نکردن. اگر نکردن خواهش من این است مرور کنن در روز، اگر میتونن برای 10 دقیقه شده یک کار مفید انجام ده. چقدر پیام عالی جناب همین شفایی هنرپیشه سینما، یک دنیا سپاس از حضورتان بابا. شما تشکر از این پیام شما برای ما هم انگیزه داد. دقیقی ما هم امی است که در پایان روز باید یک محاسبه با خود ما داشته باشیم. رفت